در روز 30 بهمن 1320 که فوزیه با حالت نیمه قهر عازم کشورش مصر شد، شاه برای احتیاط که فوزیه تحت تأثیر گفته‌های مادرش نازلی قرار نگیرد، از اشرف خواست همراه با همسر جوان او به مصر عزیمت کند و پس از یک ماه به ایران بازگردد. در جریان همین سفر در قاهره اشرف با احمد شفیق آشنا شد که این آشنایی به ازدواج ختم شد. احمد شفیق کارمند بیمه و پسر رئیس دفتر والی مصر بود. در 24 اسفند 1323 در قاهره حاصل ازدواجشان شهریار شفیق به دنیا آمد. شهریار خیلی زود علاقمند به نیروی دریایی شد و وقتی تحصیلاتش را با موفقیت در مدرسه رازی تهران گذراند، همان مدرسه‌ای که فرح پهلوی در آنجا درس خوانده بود، به دانشکده نیروی دریایی دارتموس انگلیس رفت و از آنجا شمشیر افتخار را گرفت. سال 1347 یعنی در 24 سالگی افسر مخابرات ناو خرمشهر شد و بعد از آن دوره خلبانی هاورکرافت کلاس وینچستر رو در انگلیس گذراند. یک سال بعد با 3 فروند از هاورکرافت ها به ایران بازگشت و با درجه ناو سروانی فرمانده نخستین اسکاتران توی ایران شد. و وقتی سال 1350 نیروی دریایی شاهنشاهی هاورکرافت عظیم ولینگتون رو برای ایران خرید، خلبانی او به عهده کسی جز شهریار شفیق نبود. با همین هاورکرافت سربازان ایرانی رو در ابو موسی پیاده کرد و با هلیکوپتر به تنب بزرگ رفت تا اوضاع را اونجا آروم کنه، چون شیخ نشین این منطقه حاضر به توافق نشد و دستور شلیک به نیروهای ایرانی رو داده بود. ناو سروان شهریار شفیق همراه با ناخدا سوم خزعل تونستن از در پشتی پاسگاه نظامی وارد بشن و سربازان شیخ رو دستگیر کنن تا قائله ختم به خیر بشه. شهریار شفیق با مریم اقبال دختر دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر سابق ازدواج کرد. مریم اقبال 3 سال قبل از اون در 18 سالگی با شاه پور محمد رضا پهلوی 34 ساله برادر شاه ازدواج کرده و بعد از مدتی کوتاه طلاق گرفت. حاصل ازدواج شهریار شفیق و مریم اقبال 2 پسر به نامهای نادر و دارائه. شهریار شفیق در سال 57 رئیس فدراسیون جودو و کاراته کل کشور شد. همراهان و اطرافیان شهریار از او به خوبی یاد می کردن و می گفتن او افسری پاکدست، توانا و باسواد بود که بین همه نیروهای نظامی محبوبیت زیادی داشت. خاکی بودن و مردمی بودن او در بین مردم زبان زد بوده. شهریار شفیق تا درجه ناخدایکمی پیش رفت که انقلاب شد. خاندان سلطنتی قبل از بهمن 57 ایران را ترک کردند. خیلی از درباریان و مسئولین هم از ایران خارج شدند، اما شهریار تا بهمن 57 و 1 هفته بعد از پیروزی انقلاب به این امید که نیروی دریایی را سر پا نگه داره در ایران ماند. اما وقتی غیر ممکن بودن این کار را به چشم دید، ایران را ترک کرد. شهریار به اقامتگاه مادرش در پاریس رفت، اما همچنان دنبال راهی بود که بتونه شاه رو به ایران برگردونه. چون محبوبیت زیادی بین افسران نیروی دریایی داشت، تلاش میکرد که اونها رو متعهد کنه تا حکومت نوپای جمهوری اسلامی رو پایین بیاره. اما صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه انقلاب، حکم اعدامش رو غیابی صادر کرد. البته حکم اعدام برای خاندان سلطنتی توی اون روزها کار غیرعادی نبود، ولی اجرا شدن این حکم ها عملی نبودن، چون همه اونها از ایران خارج شده بودن و دسترسی بهشون غیر ممکن. ولی انقلابیون تصمیم قطعی برای ترور شهریار شفیق گرفته بودن و به دلیل ایجاد جنبش مقاومت علیه جمهوری اسلامی روی این تصمیم مصمم و قاطع بودن. از این رو چند نفر رو به پاریس اعزام می کنن که یکی از اونها غلام حسین مستقیمی تهرانیه.
او رفت آمدهای شهریار و شناسایی اون رو به عهده داشت. عبدالله برقعی کسی که برای ترور راهی پاریس شد. روز جمعه 16 آذر وقتی که شهریار شفیق برای خرید مایحتاج به بیرون از منزل مادرش میره، برقعی سوار بر موتور از پشت سر دو گلوله به او شلیک میکنه و به سرعت محل رو ترک کرده. بعدها روزنامه کیهان اسم عبدالله برقعی رو به عنوان کسی که شهریار شفیق رو ترور میکنه برده. خلخالی در کتاب خاطراتش نوشته بوده که حکم اعدام رو برای شهریار شفیق در نظر گرفته بوده. اما سرنوشت دو نفری که در ترور شهریار شفیق دست داشتن چی میشه؟ عبدالله برقعی به ایران باز میگرده و با شروع جنگ عراق راهی جبهه میشه. دوم فروردین 1361 در عملیات فتح الله مبین برای آزادی شوش و دهلوران، برقعی در همین عملیات کشته میشه. اما غلام حسین مستقیمی وقتی از پاریس برمیگرده به لندن فرستاده میشه. روز 27 اردیبهشت 59 مستقیمی تهرانی توی هتل کویز گاردن لندن بمبی در دستش منفجر و تکه تکه میشه. پلیس گفته این بمب دستساز بوده و مستقیمی تهرانی با نام جعلی حسین ناصری بازرگان وارد لندن شده بوده. ترور شهریار شفیق نه تنها در زمان خودش بلکه در زمان کنونی هم اقدامی غیر قابل باور بوده. اما نکته جالب در اسناد به جا مونده از شهریار شفیق اینگونه است که ساواک هم به اون مظنون بوده و مدام اون رو تحت نظر داشته. به گفته دریا سالار، کمال حبیب اللهی، آخرین فرمانده نیروی شاهنشاهی، وقتی که از اعلی حضرت درخواست درجه ناخدای کمی رو داشتند، اون قبول نمی‌کنه. اون گفته که شهریار مدتی مظنون بوده و فکر می‌کرده که به عراق فرار کنه. ولی حبیب اللهی با اصرار زیاد از شاه درجه رو گرفته، اما شاه ته دلش راضی به این کار نبوده. امیدواریم که با شنیدن و تماشای این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که ملتی که تاریخ ندونه محکوم به تکراره. حتما از ما حمایت کنید.